اما در زیر ذره بین امشب. دو روز دیگه جمعه سر ساعت 12 شب ناقوس ساعت ها در خیلی از جاهای دنیا 12 بار به صدا در میاد و سال میلادی نو میشه. اما ثروتمندترین افراد سال 2021 که پولاشون رو با خودشون به سال 2022 میبرن چه کسانی هن؟ چند سالشونه؟ ثروتشون رو از کجا به دست آوردن و کجایی بودن؟ امشب میلیاردرها رو زیر ذره بین میبریم. فقط 10 نفر توی سال 2021 ارزش دارایی‌شون بیشتر از 100 میلیارد دلار بوده. ایلان ماسک در این لحظه با 279 میلیارد دلار ثروت با اختلاف اوله. در رده دوم جف بزوس و در رده دهم کلاب 100 میلیاردی‌ها وارن بافت قرار داره با 107 میلیارد دلار دارایی. برای اینکه یه مقایسه بکنیم باید بگم همه تولید ناخالص داخلی ایران در سال پیش 191 میلیارد دلار بوده. این هم بگم که اطلاعات ما مربوط به سه روز پیشه. توی همین سه روز جای زاکربرگ با سرگی برین عوض شده. ایلان ماسک نزدیک به 5 میلیارد دلار هم پولدارتر شده. میانگین سنی کلاب 100 میلیاردی ها 61 سال. جوانترین مارک زاکربرگ مؤسس فیسبوک با 37 سال سن و سالخورده ترینشون وارن بافت با 91 سال که سهامدار شرکت های زیادی از جمله کوکاکولا هم هست. پس وقت داریم برای پولدار شدن. اگر کشورهایی رو که این ثروتمندا اینجا هستن روشن کنیم میبینیم همه به جز برنار آرنو از ایالات متحدهن. آرنو فرانسویه و نکته جالب این که همه به جز آرنو و وارن بافت در صنعت تکنولوژی فعالن. یعنی 8 نفر از 10 ثروتمند برتر جهان ثروتشون رو در صنعت تکنولوژی به دست آوردن. آیا میشه گفت پول توی صنعت تکنولوژیه؟ برای چک کردن این فرضیه بذارید به کاروبار 110 ثروتمند اول جهان نگاهی بندازیم. واقعیت اینه که تکنولوژی برای 110 ثروتمند اول دنیا پولسازترین پیشه بوده. 27 نفر از 110 نفر ثروتشون رو از این راه کسب کردن. در رتبه دوم فعالیت‌های صنعتی و در رتبه سوم فروش کالاست. و اگه دوباره به 110 ثروتمند اول دنیا نگاه کنیم، شبیه به کلاب 100 میلیاردی‌ها، آمریکایی‌ها با 39 پولدار مقام اول رو دارن. دوم چینی‌هان و سوم روس‌ها. مقام‌های بعدی متعلق به هندی ها، هنگ کنگی هاست. و اگه براتون سواله، بر اساس رتبه بندی بلومبرگ هیچ ایرانی نه تنها در 110 نفر اول بلکه در 500 نفر اول هم نیست. تبلیغ لورال که همین الان دیدید ما رو به این خانم میرسونه. اگر فرانسوا میرز فرانسوی نزدیک به 6 میلیارد دلار بیشتر ثروت داشت، یک زن هم به کلاب فعلا مردانه 100 میلیاردی ها راه پیدا میکرد. او با دارایی 94 میلیارد دلاری ثروتمندترین زن جهان و سهامداران عمده بزرگترین شرکت محصولات آرایشی دنیا یعنی لورال و فعلا در رده 11 جدول پولدارها قرار داره. اجازه بدید به چند تا از ثروتمندهایی که شاید کمتر از ایلان ماسک و زاکربرگ و بیل گیتس در خبرها هستن نگاهی بندازیم. سومین ثروتمند جهان و تنها غیر آمریکایی حاضر در میان 10 نفر اول، برنار آرنو که نامش با برند لوکس لوی ویتون و کنیاک هنسی گره خورده. او رئیس شرکت LVMH که 60 تا شرکت تابع داره از قبیل کریستیان دیور، فندی، جیوانچی، بولگاری و تگ هایر. با ثروت آرنو میشه 2,933,000 کیلوگرم طلا خرید، معادل 2,240,000,000 بشکه نفت خام. ثروت آرنو تقریبا 2,500,000 برابر درآمد میانه یک خانواده آمریکاییه. گفتیم که آمار این مربوط به یک شنبه. ثروت آرنو توی همین چند روز 4 میلیارد دلار زیادتر هم شده. شکلات ام‌اند‌امز و شکلات مارس ما رو به ژاکلین مارس، مالک شرکت بزرگ مارس میرسونه، بزرگترین شرکت شکلات سازی
دنیا. او با بیش از 50 میلیارد دلار دارایی 27مین ثروتمند جهان و جالبه بدونید شرکتش نزدیک به 14 میلیارد دلار وام و بدهی داره. 500مین ثروتمند دنیا و در قعر جدول حاکم لیختنشتاین قرار داره، یکی از کوچکترین کشورهای اروپا با جمعیتی نزدیک به 40,000 نفر. ثروت شاهزاده لیختنشتاین 5,700,000,000 دلاره، یعنی 47 برابر کمتر از ایلان ماسک که نفر اوله. گزارش سال 2019 آکسفام میگه ثروت 26 ثروتمند دنیا برابر با ثروت 50% دهک کم درآمد بوده، یعنی ثروت 26 نفر مساوی با ثروت حدود 3,800,000,000 نفر و این هم هرم ثروت در جهانه. این نمودار نشون میده 0.8% جمعیت جهان که دارای بیش از 1,000,000 دلار دارن نزدیک به 50% ثروت جهان رو در اختیار دارن. در مقابل فقط 2% ثروت جهان متعلق به 63% یه که کمتر از 10,000 دلار دارایی دارن. مطالعات نشون میده در طی این سالها پولدارها پولدارتر شدن. روند این نمودار که رشد ثروت ایلان ماسک رو نشون میده رو شاید بشه برای بسیاری از میلیاردرهای جهان رسم کرد. مرداد سال 99 ثروت ایلان ماسک از 100 میلیارد گذشت و دیماه همون سال به صدر جدول پولدارها رفت. در آخرین تغییرات 5% رشد داشته، یعنی چیزی نزدیک به 12 میلیارد دلار. هرچند از 3 روز پیش تا الان ثروت 10 ثروتمند اول دنیا بالا پایین شده، اما الان ثروت ماسک 279 میلیارد دلار، اما رده‌بندی نفر اول و دوم با 3 روز پیش فرقی نکرده. اگر اتفاق خواسته نیفته به نظر میرسه امسال برخلاف 4 سال گذشته صدرنشینی جف بزوس بنیانگذار آمازون به پایان برسه و گذر از 2021 به سال 2022 میلادی با صدرنشینی ایلان ماسک به عنوان ثروتمندترین فرد سال اتفاق بیفته. هرچند جف بزوس هنوز چند ساعت دیگه تا آغاز 2022 برای حفظ رکوردش فرصت داره.